با عرض سلام و درود خدمت جناب میری، شب بخیر. محبت کردید و صحبت های به منم محبت داشتید، بسیار سپاسگزارم و خوشحالم که در شما در خدمتتون هستم. بفرمایید، شما ادامه صحبتاتون رو بگید، من گوش میدم. ممنون هستم از شما دوست عزیز محقق نظامی. من که تو این لایو دیروزتون رو دیدم گفتم احسن به این جوون ها، نه شما، هر کسی دیگه در مورد نظامی ها، چه زمینی چه هوایی چه دریایی صحبت بکنه من مخلصشم هستم، چون ارتش واقعا مظلوم قرار گرفته. خداییش در مورد جناب ناخدا صمدی بود، ببینید، و فرماندهانش، ببینید، یک یگانو تونست از بوشهر بلا فاصله به خرمشهر برسونه. اینو من فکر میکنم اگر مکاتبه با تمام ارتش ها بکنید ایول داره. یک نیرو به این سریع خودشو بتونه با اون امکانات. حالا یه سری از دوستان میگن ببینید تکاوران فقط جسه نداشتن، تکاوران بهترین ضد تانک های در اون زمان، الانو نمیگم، در اون زمان بهترین ضد تانک ها رو داشتم که من خود من تخصصم اینه. اون دوست عزیزمون بره در من در نیروی زمینی هم شاگرد بچه های زمینی بودم در مرکز پیاده شیراز. من در صنایع الکترونیک شیراز یک سال با مهندس کلهر در مورد در روی موشک های تاف در قبل از انقلاب کار کردم. آدم بی سوادی نیستم دار این صحبت ها رو میکنم. در اون زمان که تاف کسی نمیدونست چیه، ارتش ایران داشت و موشکای تاف کار میکرد. تاف هم داشتی تو خرمشهر آورده بودن تکاورا؟ بله بله بله، موشک ما 6 قبضه تاف به غیر از اون قبضه هایی که گفتم از پادگان دژ گرفتیم، ما که اونا رو آوردیم بعد در پایگاه دریایی استفاده کردن. یه آموزشی دادیم دوستانی که چیز نبودن، حفاظت از پایگاه دریایی. ما بهترین، ببینید، در خرمشهر یکی تو همین لایوتون فکر کنم جناب عیازی بود، درسته؟ بله بله درسته؟ بله جناب جعفر عیازی عزیز برگشتن به حق گفتن که به جای نفر تانک بود. آیا این تانک ها رو کی زد؟ این تانک ها رو کی زد؟ این بچه های ضد تانک سلاح سنگین بودن، همه چیزم بلد بودن. ببینید همه چیزم میدونستن چجوری درگیر بشن، 106 کجا درگیر بشه، RPG-7 کجا درگیر بشه، موشک تاو کجا درگیر بشه. دقیقا موشک تاو ما 3 کیلومتر دقیق هدف رو میزنه. دوربینش نه، سیمش 3070 متره، 70 متر افت سیمه در 3 کیلومتر. 3 کیلومتر
بزرگ نمای دوربین 17 است، یعنی یه تانکو 17 برابر برای تیراندازش بزرگ میکنه. من داره اینجوری تشریح میکنم دوستان بدونم که کسی که صحبت میکنه آدم ناشی نیست. در هر نوع سلاحی بگم، من الان هستم، هر کسی در هر رده هستش من در خدمتش هستم، چون من دوست دارم از این شما جوانها دفاع بکنم. قربونت برم. شما زمان گذاشتید، شما مطالعه میکنید، درود به شرفتون. ما جنگیدیم، بله، من خودم رو میگم، من وظیفم بود، روم هزینه شده بود و حقوق میگرفتم. من هیچ توقعی از ملت ندارم، من کارم بود، من باید این همه هزینه شده بود، این همه حقوق رو همیشه هم ادعا میکنیم ما حقوقمون بالاتر از چیزه، بایدم به موقعش جواب بدیم. توقعی از هیچ کسی نداریم، منتها یه جمله، یه توقعی رو داریم که حداقل نامی از ارتشی ها ببرن، فقط همین، وگرنه بقیه چیزا نه. به نام من نیان کیمیا درست بکنن، به نام ایکس نیان فلانو بکنن. فقط توقف خود من ها شخصا، حالا بقیه رو کار ندارم، توقع خود من همینه فقط. کسی هم که جنگید، کسی هم که جنگید واقعا جنگید، ارزه داره تو این زمانی که این همه وضع خرابه زندگیشو اداره بکنه. بر بر در خدمتم جناب میری عزیز. من احساس میکنم، حالا خب خیلی هم تکرار شده، احساس من نیستیم تنها، چرا نتونستن تو اون صحنه جنگ خرمشهر، نیروهایی که تو خرمشهر حضور دارن از جاهای مختلف، حالا تکاورا، گردان، دژ، نیرو به قول معروف مردمی، یه فرماندهی واحد ایجاد بکنن، یه اتاق عملیات ایجاد بشه که بتونن مثلا به قول معروف اینو هماهنگ بکنن. مثلا اگر هماهنگی میشد بهتر نبود؟ بهتر نمیتونست باعث پیشرفت کارا بشه؟ اگر اون جمله‌ای که شما میگید هماهنگ بود، وحدت فرماندهی بود، ما یک وجب عراق قدرت نداشت بیاد تو خاک ما. با این حالی که ما از نظر وسایل ضعیف شده بودیم، از نظر پرسنل ضعف داشتیم، نمیتونست بیاد و خیلی سخت بود. این چیزی که الان شما داره میگید، در اون زمان هیچ کسی همدیگر قبول نداشت. در اون زمان ببینید هر کسی یه فکر، یه مغزی داره، هر مغزی هم یک اندازه ای چیز داره، میدونی؟ تا من از منفی یا صحبت بکنم، با یه بنده خدایی رو داشت میمان، گفتم بیا این سمت این کار رو بکن، تو به من میگی؟ به هیچ وجه نمیشد. ببینید، به جناب صمدی دستور دادم بیا خرمشهر خودتو برسون. من دوست دارم جناب صمدی اینو بگه، چون من خودم میدونم، بیاد به مردم بگه. آیا به جناب صمدی کالکی رو دادن؟ دشمن کجاست؟ نیروی سمت چپ کیه؟ نیروی سمت راست چه واحدیه؟ نه، گفتن فقط برسون خودتو خرمشهر، از هر جا هم دوست داشتی دفاع بکن. نه، در اون زمان هر کسی ادعا بکنه
ادعای پوچیه. نمیشد. جناب میری اجازه دارم یه بله بله بگم. دوست دارم که اشتباهات ما رو بگیری. نه بزرگواری این چه صحبتیه. نه من اون صحبتی که شد من اون موقع پایین بودم در مورد خرمشهر، شما در مورد خروج نافتی به هشتم گفتید، یک کوچولو من یه چیزی رو اضافه کنم. در اون زمان ببینید زمانی که تکاوران وارد شدن، اصلا از ابتدای بهمن 57 که اصلا اون فشار سنگین، جو سنگین بر علیه ارتش بود حتی بعد از شروع جنگ. شما نظامیار ایشون نظامی بپرسید تا شب قبل از شروع جنگ تلویزیون دادگاه‌های نظامیانی رو نشون میداد که اعدامشون میکردن. و حتی خدمتتون جلسه قبل گفتم اسم نبردم، جاویدنام ابوالفضل مهدیار کسی بود که پای چوبه دارورش داشتن، نشوندنش توی فور، گفتن برو عملیات انجام بده و ایشون هم انجام داد عملیات و بعد شهید شد. من یه نکته رو فقط در مورد خوزستان بگم. تکاوران همون دلاوری که پل جان... همون دلاوری که پل خرمشهر رو اروند زد. دقیق نمیدونم، نه فکر نکنم. اگر منظورتون اون برای آزادسازی خرمشهر، نه اون عملیات دو فروند بودن، جاویدنامان جاویدنام یکیشون اسکندری بود، خلبان کابینه جلو، یکی دیگه هم کیان ساجدی بود. آه. و اگر اشتباه نکنم کابینه عقباشون هم یه نفر آقای، اگر این الان دقیقا یادم نیست، یه دونم میدونم محمدی شلمانی بود، گفتم که بنده خدا با میگی 29 سقوط کرد، ایشون شهید شد. و نفر دوم اگه اشتباه نکنم کریمی بود. اینا اشتباه از منه. البته در یک کتابی نام یه عزیز دیگه چاپ شد و به اسم یک کسی دیگه نوشته شد. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. من منظورم این بود که در خوزستان به علت اون فعالیت جبهه تحریر و خلق عرب و اون آیت الله آل شبیر خاقانی، اون اتفاقاتی افتاد، اصلا متشنج بود خوزستان. ایشون جناب میری اگه خاطرش بود دقیقا زمانی که نافتی به هشتم خارج شد از بندرگاه خارج شد، ببین ناو یه کنار ساحل یه سیبل بزرگه، راحت میشه بزنیش، این باید بره تو آب که قدرت مانور داشته باشه، بتونه دفاع کنه، بتونه حمله کنه. اونجا اومدن چو انداختن که ارتش منطقه رو خالی کرد. و همین تکاوران زمانی که وارد جنگ شدن، ببین اینا الان به نظر من نوعی ها یه دشمنی بود جلو، خب اون درست، ولی دو تا مشکل دیگه هم تکاوران در حین جنگ داشتن. یکی همون افراد خلق و عرب و جبهه تحریر و چیزهای دیگه که عناصر باقی مانده در قالب ستون پنجم، و چیز دیگه که وجود داشت اون دوستان عزیزانی که از اقصانقاد می اومدن برای اینکه با سینه پر از احساس برای اینکه از وطن دفاع کنن. ولی این واقعیت تلخه، این رو بر من ببخشید، یه از هر نظامی در هر واحدی بپرسید، دوستان از ماشین که پیاده می شدن احساس می کردن اونجا لجمنه، اونجا خطه، و دست روی ماشه رگبار می بستن بدون اطلاع که آقا کجا هستن. الان من یه چیزی از مستندشم پخش شد، شهید حسن باقری میگه یه روزی ما اومدم رفتیم اهواز، دو تا فرمانده گردان اومدن آقا ما پشتیبانی هوایی می خوایم، ما از صبح درگیر، ما رو دارن زدن، ما کلی تلفات داریم. گو آخرسر گفتم بیاین رو کارت نشون بدین رو نقشه شما کجا موقعیتتون کجاست که من بدم این گرار به نیروی هوایی پشتیبانی کنم. گفت اگه اشتباه نکنم بچهای اصفهان و کرمان بودن، اینا زحمت کشون از صبح با هم درگیر بودن، نیروهای خودی، و از صبح هم دیگه رو می‌زدن. اینم حالا جان میره در مورد ستون پنجم و اون اتفاقاتی که افتاد. و البته جلسه قبل من تا حدودی گفتم که تکاوران استفاده کرد استاندار وقت و فرمانده وقت نیروی دریایی برای جمع کردن قائله عرب. اینم اگر زحمت بکشن محبت کن، چون ایشون هم در اون تایم من اطلاع دارم که جز اون افرادی بود که اونجا حضور داشت. اینم اگر یه توضیح بدن، حالا اگر دوست داشتن ایشون بگن، یا اما خوشحال میشم. و بعد اگر شد، چون چند تا دوستان تو دایرکت برای من پیام گذاشتن در مورد جاویدنام محمد علی صفا، که جناب صفا خیلی چیزا دربارش گفته میشه که این شهید بزرگوار به ناحقه، ولی حق بر اینه که جناب صفا در قالی عرب زخمی شد. این هم اگه محبت کنم بگن واقعا سپاسگزارشون میشه. ببینید من با این واژه‌ای که شما به کار بردید موافق نیستم که قائله عرب، ما عرب زبانامون خب تو خوزستان اکثرا عرب زبانن. درود بر شما. میدونید
آخه معروف شد به قائله عرب. من منظور خاصی ندارم، معروف شد به قائله. نه کلا نه، من صحبت خودم رو میکنم، شما هم صحبت خودتو. اصلا من با این واژه مشکل دارم. ما با بچهای عرب زبان هیچ مشکلی رو نداشتیم. ما بیشترین کارمون در مرز بود، در اونور مرز بود. بچهای عرب زبان خود ما، من میخوای نام ببرم، فرد ابوزاده، ابوزاده ها و و و چون زمان گذشته یه سری اسامی ها از ذهنم خارج شده. ایشون عرب خوزستانیه، عرب زبانه. ایشون اینا اکثرم با ما بودم. من خودم یک کلمه عربی بلد نیستم. زمانی که از مرز میخواستیم خارج بکنیم یا اطلاعاتی رو بگیریم، اینا با ما بودن. اینا نفراتی که عراق میفرستاد. ببینید، اول میگم اولین اقدام عراقی ها بر این بودش که نفراتی رو وارد خرمشهر بکنن، بلوشوری رو درست بکنن. ما دنبال اون نفرات بودیم تا حتی ما نفراتی رو از خارج از عراق فرض بریم. میگم یه سری صحبت ها هستش که سخت گفتنش دقیقا و اثباتش هم سخته. از من بگن خب چه مدرکی داری؟ من مدرکی ندارم. به خاطر این دوست ندارم ورود بکنم به این مسائل. یه مسائل کشورهای دیگه هم پاشون باز میشه، تنها عراق نبود. خیلی ها دوست داشتن خوزستان مشکل به وجود بیاد. تا حتی در یک زمان، فقط من یک چیزی رو میگم بخونید، استاندار وقت خوزستان دفتر فلسطینی ها رو در اهواز بست. خب حالا از اون مرحله بیایم بیرون. اگر شما اطلاعات داری میتونید بگید. اون خواهش میکنم در قائله خلق عرب اون و جبهه تحریر، این تا اون چیزی که اسناد موجوده، روزنامه ها مجلات موجوده، فیلم هایی که موجوده از اون زمان، اینها علنا با سلاح در خیابان تردد میکردن، علنا عضو میگرفتن. حتی نخست وزیر موقت مرحوم بازرگان زمانی که خواست بره شرکت نفت سخنرانی کنه اجازه ندادند بره. و حتی عباس امیر انتظام که اون زمان وزیر امور خارجه بود و خواست حتی یک خانم عرب، یعنی این خود مصاحبه امیر انتظام ببینیم، میگه اومد با مشت کوبید تو قفسه سینم، گفت امیر انتظام امروز میکشیمت. و حتی زمانی که بازرگان بود اون سخنرانی رو به آشوب کشیدن و اینا به مصیبتی از معرکه خارج شدن که حتی کار به تیراندازی کشید. یه همچین وضعیت، من اینی که از شما گفتم یه همچین وضعیتی بود. من منظور من عزم خواهم منظور من مردم نبود، اون جبهه تحریر و خلق عرب بود که اون به سرکردگی آیت الله آل شبیر خاقانی بود که اون ببینید شما اینجا حالا نمیخوام بحثی رو باز کنم. اجازه بده، کاملا درست میگی. اون شبیرم، آیت الله شبیر خاقانی هم، اون بنده خدا هم میدونی آلت دست اینا شده بود. اون عراقی نبود. بله فرمایشای شما درسته. اون کسایی که فرد اینا یه جایی رو تصرف کرده بودن درست بغل شهربانی، کمیتهشون در اونجا بود. ما زمانی که
ببینید اون کمیته رو ما بدون هیچ، چون یه سری هم بزرگ نمایی کردن، من مخالف بزرگ نمایی کردنم، من موافق حقیقت گفتنم، حقیقت باشه. من دوست ندارم من آرتیست بدونم. ما اون کمیته رو هر شب در فرمانداری خرمشهر جلسه میشد، میگفتم فردا صبح تحویل میدی. ما منتظر میشدیم، بلا فاصله به ما اطلاع میدادن که از عراق یه نفر اومد. آزاد گذاشته بودیم که خب اینا رو شناسایی بکنیم. میومدن دستور میدادن تحویل ندید. تحویل نمیدادن. عذر میخوام جناب میری، شما قضیه خل سلاح دارید میفرمایید دیگه، قرار بود سلاح رو تحویل بدم، خل سلاح بشن دیگه. نه اون کمیتهشون، بله، جایی که سلاحاشون بود، جایی که جلساتشون بود، از اون ور میومدن عضوگیری میکردن. اون ساختمون رو ما گرفتیم بدون هیچ خون ریزی، ولی خیلی ها اشتباه هم ورگستن نوشتن خون ریزی شد. نه، من که در اونجا بودم، من شخصا خودم یک گلوله از اون موقع یوزی داشتم، خارج نشد از مال هیچ کدوم از بچه ها. جناب صفا رو میگید اونجا زخمی شد؟ بله، اینا داشتن میرفتن یا از وسط نخلا یه دونه تفنگ شکاری به سمت شلی سرپر، حالا سرخالی یا سرپر بماند شکاریشه، میدونی؟ وگرنه به اینجوری که یک سری ها میگن، نه من موافق نیستم با اونا. یعنی قائله زیاد بزرگی نبوده پس؟ چرا؟ از نظر پشتیبانی، از نظری که ما خودمونم مطمئن بودیم عراق، که من دقیقا الان یه چیزی رو برای ایشون من فرستادم که بخونی، داخل اون شخصی که رئیس چیز اطلاعاتی منطقه بود توضیح داده بود به چه صورت بود. منتها من اون چیزی که اینها داره تعریف میکنن من شخصا ندیدم. من شخصا ببینید عراق میونه کلام تو جا میره آقا رضا، عراق سلاح و تجهیزات وارد میکرد. آره سلاح گرفت. حتی همین 5-6 پاسگاهی که تکاوران به کمک ژاندارمری بودن و حضور داشتن، فرض کن دوستان هنوز حضور دارن در قید حیاتن، که کشاورزان می اومدن زمانی که زمینو میکندن یه چیزهایی پیدا میکردن که نمیفهمیدن چی هن. اینا مین ضد زره بود، چیزهایی بود که میآوردن وارد میکردن، اینا کلی سلاح وارد کردن. درسته. و اجازه بدید من یه چیز، ماها اونجا ماموریتمون فرد در شهر اینا بمبگذاری اینا زیاد میکردن، اونا نمیتونستن، اونا جرأت نداشتن که سلاح بگیرن تو خیابون جلوی ماها چیز برن، ولی میومدن بمبگذاری میکردن. بمبگذاریشون از کجا شروع میشد؟ من یه چیزی رو میگم اصلا فکر میکنم اصلا هیچ منطقی نمیتونه جواب بده. فرد از نوار مرزی بمبگذاری میکردن، می اومد تا تو شهر، تو آبادان، تا حتی ما دیگه به اینجامون رسیده بود. ما با مردمی درگیر نبودیم، اگر با مردم درگیر بودیم خیلی راحت بود. ما اومدیم مدرسه عراقی ها رو داخلش، همین حسین دریاداربای، کلی مواد TNT و P4 موادیه که خمیریه، انفجاریه، شکل میگیره، مواد منفجره که شکل میگیره، فندک های
16 ساعته 8 ساعته یعنی مواد منفجره رو میگذاشتن مسلحش میکردن. این فندک سر 8 ساعت 16 ساعت خود به خود منفجر میشد. کلی ما با این مسائل درگیر بودیم. اصلا اگه خاطرتون باشه یه روزی توی یه ماشین تدارکات که برای میومد به برای تکاورانی که توی پاسگاه مستقر بودن ماشین رفت روی مین ضد زره. بله 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 بله. من خودم یکی از اون خونسا کننده ها بودم. اکثرا با این مواد ما دنبال این مسائل بودیم. منتها الان فرد بیننده دوست داره بیاد بگه که نه ما طرف اونور بود، ما اسلحه رو در می آوردیم. نه این خبرها نبود، منظور من اینه. بله مواد گذاری می کردن. بلای با ما هم خیلی طولانی شد. صحبت آخر رو هر کدوم دوستان چند دقیقه با خود معروف جمع‌بندی کنیم صحبت ها رو. شما جناب میری عزیز بفرمایید. اگر صحبت همه جا میری خدمت. من کلن چون از تکاورا هستم، صحبت از تکاورا شد، فقط میگم نیروهای دیگه هم بودن. ما فقط نسبت به زاویه دید خودمون صحبت میکنیم، نسبت به زاویه دید خودمون صحبت میکنیم. منکر هیچ نیروی هم نیستیم. بگیم شما نبودید ما بودیم، نه. چون 37.5 کیلومتر میشه، مگر ما چند نفر بودیم؟ مگر فقط صحبت هایی که من اینجا کردم به هیچ عزیزی بر نخوره. فقط یه خواهشی دارم، اگر سوالی دارن چیزی دارن من هستم میتونم جواب بدم. فقط همین. خیلی از شما هم تشکر میکنم. میمونم اگر سوالی باشه در خدمتتون هست. من واقعا جان من صحبت خاصی ندارم. به قول شما خیلی طولانی شد. اگر سوالی هست، اگر مسئله هست، من در خدمتم. حالا به قول معروف اگر جناب میریم انشالله لایو های دیگه هم با هم پایین داشت و سوالی هم باشه انشالله جلسه بعد لایو بعد مطرح میکنیم و شما جواب بدید. قربونتون برم دوستان عزیز. جناب میری صحبتی هست؟ فقط من اینو بگم، من فقط به خاطر این اومدم. خب دوست داشتم اینو جناب میرسپنج بگه. من به ندرت میام صحبت میکنم. چون وظیفه‌مون بود، چیزی که وظیفه بود دیگه نیازی نیستش و اینا. من خودم نیازی نمیبینم. فقط به خاطر حمایت از شماها بود اومدم بالا. فقط محبت داری جناب میری عزیز. خوشحالم امشب شما دلاور رو در کنار خودمون داشتیم و باعث افتخاره که ما همنشین و همصحبت بزرگمردی چون شما بودیم. همچنین تشکر میکنم از جناب میرسپنج عزیز، با صحبتاشون به دانش آگاهی همه ما اضافه کردن. شما این لایف ها رو ادامه میدیم، با دوستان دیگه هم هستیم. یک شنبه آینده هم با یک دوستی در استرالیا خواهیم بود در مورد وضعیت زندگی ایرانیان مقیم استرالیا که الان چه شرایطی دارن. قربونتون برم دوستان عزیز، ببخشید یک کمی هم طولانی شد. همه شما رو میبوسم، به خدا میسپارم. موفق باشید. همچنین. خدا نگهدار. خداحافظ شما.